عنو مهدي مهدي الحيدر مولاه فرما خدا علي 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 انت برا بو دا بو دا فرما علي علي امام رضا کرام دادی تو حرمه علی 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 مردم چه دارن؟ اگر از طرف ولی قبیل نصب نشود تاغوت صیغه یا متعه یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی تا خمس به ندی معلوم نشه تو دین داری دین شما سر پول دادن معلوم نشه یه جا که روزه هست بریم بشین گریه اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن کسی که گریه کنه بهش برکاته شاید این جمعه بیاید جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مرد تا زندم میگم هر چی سنی حروم دادن طبق فقشیه علی علی مولا 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 حیدر مولا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عزیزان بیننده در خدمتون هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه های خانه عنکبوت اگر امروز علی خامنه ای از خود دیکتاتوری ساخته است که نمیتوان به آن انتقاد کرد انتقاد رو نه تنها بر نمیتابه بلکه با منتقدین خودش به شیوه قهری برخورد میکنه علت اینجاست که این آخوندهای امام به سر خمس بگیر جیب دراز کلاش قبل از خودشون سلسله ای رو آفریدند که اونها رو معصوم معرفی کردند به دور از گناه معرفی کردند و این سلسله معصوم به دور از گناه از جانب خداوند مأموریت گرفتند که بر مردم حکمرانی بکنند و امامت بکنند و الان رسیدیم به اینجایی که در طول تاریخ میبینیم افرادی میان از زمان صفویه تا قاجار تا ولایت فقیه افرادی که به نام این امامان ساختگی معصوم بر مردم حکومت می کنند و خودشون رو نائبان بر حق این معصومین قلمداد می کنند. اولین شخصی که شیعه در مورد اسمتش تأکید داره و بعضی از شیعه ها اون رو به مقام الوهیت می رسونند و بلکه به مقام خلق می رسونند سرورم علی ابن ابی طالب هست. نه علی ابن ابی طالب واقعی، نه داماد رسول الله علیه الصلاه و السلام، علی خیالی معصوم دارای علم لدنی عالم الغیب و شهاده که نزد آخوندها تعریف شده. در این سلسله به اشتباهات سرورم علی ابن ابی طالب در طول زندگی پربرکتش خواهیم پرداخت. هدف ما از بیان اشتباهات سرورم علی ابن ابی طالب این هست که بدانیم وقتی رسول الله علیه السلام می‌فرمایند که همه فرزندان آدم خطا هستند، خطاکارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگان هست، علی ابن ابی طالب هم جزئی از این افراده، جزئی از این فرزندان آدمه. با ما باشید اگر این مجموعه، این سری، این سلسله رو با ما بیایید جلو، متوجه خواهید شد که آخوندها برای اینکه بخوان اثبات بکنند اسمت رو برای 12 نفر یا 14 نفر چه نقشه هایی در سر داشتند و چه دروغ هایی به شما گفتند. استاد سید منصور حسینی خیلی خوش اومد به برنامه. خواهش میکنم. بسم الله الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله. خدمت شما و بینندگانمون عرض ادب و سلام دارم. همطور که اشاره کردی در ابتدا هدف این نیست که ما بخوایم شخصیت امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه رو زیر سوال ببریم یا یک نوع اهانت و تنقیصی در حق او روا داشته باشیم، بلکه هدف اینه که معرفی کنیم علی حقیقی که او همانند باقی صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اشتباهاتی داشته، بشر بوده، بشر هم از صفاتش، از ویژگیهاش، اون چیزی که ازش منفک نمیشه، ازش جدا نمیشه، اینه که اشتباه میکنه. برخلاف اون ادعایی که
روافض میکنند که علی را معصوم میدونند. پس هدف اینه که این اسمتی که اینها ادعا میکنند و شخصی را در مقام خدایی قرار دادند و همانند الله سبحانه و تعالی قرار دادن و صفات کمال براش قائلن، وقتی که اسمت میشود صفات کمال داره دیگه، بله، یعنی هیچ صفات نقصی نداره، هیچ اشتباهی نمیکنه، هیچ چیزی برایش پوشیده نمیشه. بدین خاطر شما میبینید که میگن که عالم الغیب هست، عالم الغیب و شهاده هست، ولایت تکوینی داره، ولایت تشریعی داره، تشریعی داره. به خاطر چی؟ اینها همه صفات کمال هست. حتی شما میبینید که آخوندها بهشون صفت خلق میدن، صفت رزق و روزی دادن، صفت مرگ، صفت زنده کردن، قیامت از آن اونهاست، بله، و اینا فلان هستن، چون اینها همه صفت کمال هست، بله، که الله سبحانه وتعالی داره. حالا وقتی که امام و معصوم قرار میدن، تمام صفات کمال رو بهش میدن دیگه، معصوم بودن دیگه اون صفات نقص نداره. پس هدف این هست که این نظریه‌ای که اصلا به هیچ عنوان نه با قرآن نه با سنت رسول الله نه با واقعیت انسان و این شخصیت های حقیقی همخوانی داره، این اعتقاد باطل رو معرفی کنیم، این که واقعا این باطل هست، این دین اسلام نیست، این خلاف قرآن هست، یعنی چیزی نظری است که ضد قرآن هست. قبل از اینکه وارد این قضیه بشیم، بینندگان عزیز، یک بیان ببینیم که معمولا شناخت شخصیت ها، وقتی شما یک شخصیتی میخواد بشناسید، خب باید افرادی که در اون جامعه بودن اونها رو معرفی کنند، اون افرادی که در اون جامعه بودن از دیدین ها این شخصیت چگونه بوده، بله، خب به خصوص در جامعه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخصیت ها شناخته شده بودن. روایتی هست در صحیح بخاری از عبدالله بن عمر هست رضی الله عنهما که میگه که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتداءن بهترین را ابوبکر میدونستیم، کنا نخیرو، دقت کن این حدیثی که در صحیح بخاری هست که کنا نخیرو بین الناس، ما در زمان فی زمان نبی صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول الله میومدیم که بهترین ها را، برترین هامون رو معرفی میکردیم، نخیرو یعنی اینکه بهترینمون، نخیرو یعنی میگفتین که بهترین کیه، میگه ابتدا میگفتین که نخیرو ابوبکر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضی الله عنهم. این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، دقت کنید، میگه که در بین اصحاب این رایج بوده، این مقوله مشهور بوده که ابتداا ابوبکر، بعد عمر هست و بعد عثمان ابن عفان. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری میاد احادیثی که دیگه در این مورد اومده ذکر کرده، بله، میگه که کنا لا نعدل به ابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، میگه اولین شخصیت بعد از رسول الله در خود زمان رسول الله این صحبت هست، بله، اونجا در اون روایت گفت فی زمان النبی، میگه که لا نعدل به ابی بکر، هیچ کس رو همتای ابوبکر نمیدونستیم، هیچ کس را همتای ابوبکر، این بعد از رسول الله دیگه هست، بله، صحبت نمیشه که ابوبکر با رسول الله چیزش کرد که قیاس کرد که، بله، اون رسول خداست، این صحابی رسول الله هست، بله، میگه بعد از ابوبکر عمر، سپس عثمان، ثم نترك اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا نفاضل بینهم، بعد از اون دیگه هیچ کسو بر دیگری برتری نمیدونستیم، براشون برتری قرار نمیدونستیم، نمیدادیم، همه برابر هستن. این در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در روایت دیگه میاره، در ابو داوود میاره که کنا نقول و رسول الله صلی الله علیه و سلم حی، در حالی که رسول الله زنده بود میگفتیم که افضل امت النبی صلی الله علیه و سلم بعده ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، بهترین فرد از امت محمد بعد از رسول الله کیه؟ ابو بکر، بعد عمر، بعد عثمان. در روایت طبرانی میگه که فیسمع رسول الله صلی الله علیه و سلم ذلك فلا ينكره، رسول الله اینو میشنید و انکار نمیکرد، یعنی اینکه پیامبر تأیید میکردن، انکار نمیکردن، نمیگفتن نه اینطور نیست، کسی دیگر بهتر هست، کسی دیگر بهتر. این سه شخصیتی که معرفی میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم
اعتراف داشتن، قبول داشتن به اینکه این سه شخص بعد از رسول الله به عنوان بهترین افراد امت هستن. در میگه که روایت خیثم ابن سلیمان هست در فضائل صحابه، میگه که کنا نقول اذا ذهب ابو بکر و عمر و عثمان، وقتی که ابو بکر و عمر و عثمان کنار بذاریم، استوى الناس، همه دیگه یکسان هستن، تمام اصحاب دیگه نمیتونیم برتری بدیم. بله. بگیم مثلا عبدالرحمن ابن عوف یا زبیر یا علی یا طلحه یا فلان، میگه دیگه اون مهاجرین و انصار اون بزرگان میگه همه در یک سطح میدونستیم. فیسمع النبی صلی الله علیه وسلم ذلك فلا ينکرون، رسول الله اینو میشنیدن و انکار نمی کردن. دقت کنید، این چیزی بوده که در زمان خود رسول الله بوده. بعد دیگه زمانی که علی رضی الله عنه به عنوان خلیفه انتخاب میشود، به عنوان چهارمین فرد در به عنوان در جامعه اسلامی شناخته شده. حالا امکان داره حتی در فتح الباری وقتی که ابن حجر صحبت میکنه، میگه که مثلا بعضی افراد بعدن گفتن که نه، علی چهارمیست یا علی با عثمان برابر هستن یا علی برتر هست. این دیگه آرایی است که بعدن اومده و ارزشی نداره. الان کسانی که در زمان خود رسول الله هستن و رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن میشنون و قبول میکنن، این اعتبار داره. حالا این که بعدن افرادی بیان و بگن که نه، مثلا حالا نفر چهارم کیه، نفر سوم کیه، این دیگه اون ارزش خودشو نداره. ارزش الان در اینه که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخصیت‌ها معرفی می‌شد. هدف چی بود باری از این روایت؟ اینه که اون تقدیسی که در ذهن شیعیان به وجود آوردن که به عنوان که علی حتی از انبیا برتر هست. دقت کنید؟ بله. این روایت‌های دروغینی که هیچ اساسی نداره، حتی از انبیا، از ابراهیم، از آدم و نوح و موسی و عیسی و حتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برترش می‌دونن در روایت‌های چیزای چرت و پرتایی که میگن. ببینیم که آنچه که شخصیت حقیقی بوده این بوده، نه انسان غلو میکند و نه اینکه بخواد تنقیصی داشته باشه در حق این بزرگواران، نه غلو میکنه انسان. این شخصیت حقیقی که بودن در جامعه افراد میشناختن. بله. خب این شناخته شدن بر اساس خدماتی است که به اسلام داشتن. بله. یعنی خدمتی که ابوبکر به اسلام داشته، خدمتی که عمر به اسلام داشته، خدمتی که عثمان به اسلام داشته، بر اساس این خدماتشون. بله. موقعیتی که داشتن، وزنی که داشتن و وزنی بودن خودشون، بر این اساس شناخته شده بودن. بله. خب حالا چون این احادیث رو شما گفتید، من بخوام دوباره ببینن. بله. اینکه اصحاب رسول الله علیه السلام در این زمینه چی میگفتند. عن ابی هریره قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. تمشت حديث شام صحيح و تو تخرج كتاب السنة. حديث دیگه توی صحيح البخاري كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونخير أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضی الله عنه. تأکیدی که اینجا میشه که در زمان رسول الله. بله. و اون روایتی که خوندیم گفت که رسول الله میشنیدن و انکار نمیکردن. بله. قبول داشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم که این بزرگواران به عنوان شخصیت های اساسی جامعه اسلامی هستند. بله. همونطور که خودتون هم گفتید توی شهر در واقع صحیح بخاری. بله. تو فتح الباری فی روایت طبرانی فی الاوسط کنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم استوى الناس. بعدش المهم فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر ذلك علينا. رسول الله عليه الصلاة والسلام منكرين نمشد كي بهترين این امت أبو بكر، بعدش عمر، بعدش عثمان. هلا احاديث تو این زمینه زیاد هستند، در واقع میتونید خودتون هم میتونید ببینید، هم دو سه بار براتون پخش کردم. یعنی اینو دارم پخش میکنم و دوستانی که بعدا تماسشون رو وصل میکنیم دشون داده بشه که اینها رو پخش کردیم و این هم صحیح ترین مصدر در واقع وحی بعد از رسول الله، بعد از قرآن کریم
صحیح بخاری که خیلی واضح و آشکار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، ابو هریره، کسان دیگه بله، و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بله. حالا ببین به بحثی که الان داریم که اولین اشتباهی که ذکر میکنیم در مورد امیر المؤمنین رضی الله عنه علی، امکان داره بگن که شما چرا اشتباهات ابو بکر عمر نمیگید؟ خب ما که نمیگیم که ابو بکر عمر معصوم هستن، ما میگیم اشتباه دارند. پس نیازی نیست که من بیام اشتباهات شما، اصلا میگم که اصل در انسان این است که اشتباه کنه. بله، انقدر گفته شده اشتباهات ابوبکر و عمر، اما وقتی که قرآن عثمان در مورد اشتباهاتی که رسول الله هم داشته بله صحبت میکنه بله، ولی چطوری شما میایید برای حضرت علی نسبت قائل میشید که هیچ اشتباهی نمیکنه، در حالی که روایتی که هست از خود اهل بیت است. حالا جالب هست این روایت بخاری رحمت الله علیه هست و هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم بله. روایت زهری هست از کی؟ از علی ابن حسین. از کی؟ از پدرشون حسین ابن علی، از پدرشون علی ابن ابی طالب. میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم طرقه و فاطمه، رسول الله شب علی و فاطمه را صدا زدن، بیدار کردن بله، علیه السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینو بزن اگر انما انفسنا بيد الله، این ورن که حدیث ببینن بینندگان. میگه که بعد رسول الله بهشون فرمودن که الا تصلون، نماز نمیخونید؟ نمیخواد نماز شب بخونید، قیام بخونید؟ میگه علی گفتن که فقلت یا رسول الله انما انفسنا بيد الله، روح ما به دست خداست، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا، هر وقت خدا خواست ما را بیدار میکنه و نماز میخونیم. اگر این جواب یکی از اصحاب داده بود، عمر این جواب داده بود، چیکار میکردن روافض؟ بله، تکفیرش رو صادر نمیکردن؟ نمیگفتن که نگاه کنید عمر چگونه با رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفت میکنه، پیامبر بهش چی میگه، او چی جوابی میده؟ رسول الله فرمودن که الا تصلون، آیا نماز نمیخونید؟ تشویقشون میکنه بلند شید نماز بخونید. حضرت علی میگه در جواب گفتم که یا رسول الله انما انفسنا بيد الله، روح ما به دست خداست، وجود ما به دست خداست، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا، هر وقت که خدا خواست که بیدارمون کنه بیدار میشیم نماز میخونیم. ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این جواب آیا جواب خوشحال کننده بود یا ناراحت کننده بود؟ میگه فانصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم حين قال له ذلك، وقتی که علی اینو میگه رسول الله رفتن، ولم يرجع اليه شندی، جوابشو ندادن. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه، در حالی که پشت میکرد به زانوش میزد، به رانش میزد، علی میشنید، وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، انسان بسیار جدل کننده هست. بله. خب حالا امام نووی رحمت الله علیه میگه که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام دادن؟ خب معانی میگه متعدد اومده در شرح صحیح مسلم. امام نووی میگه که المختار فی معناه انه تعجب من سرعت جوابه و عدم موافقته لی على الاعتذار بهذا، که رفت تعجب میکنه رسول الله چرا علی اینطور جواب داد، این گونه سری این حرفو زد، چرا بلند نشد نماز بخونه؟ بهش میگم بلند شو، نماز میگه که هرگاه خدا خواست. خب این جواب باعث تعجب رسول الله میشه. بله، رسول الله پشت میکنه. بله، یعنی حالا اینقدر علما در اینجا یعنی که مراعات کردن، اصلا نمیگه که مثلا رسول الله ناراحت شده، بلکه گفتن که تعجب میکنه از سرعت جواب علی و عدم موافقتش. بله، که موافقت نمیکنه علی، قبول نمیکنه و این جوابو میده. بس الان جالب هست که این روایت زهری میاره و راویش خود سیدن علیه، خود حضرت علی است، خود حضرت علی روایت میکنه. آره، کسی دیگه روایت نمیکنه، پسرش و نوش. بله، زهری از علی ابن حسین که همون زین العابدین هست، حسین ابن علی، از علی ابن ابی طالب، از پدرشون حسین هست. بله، از پدرشون علی، حسین از پدرشون علی. بله، میگه که این حادثه رخ داد،
رسول الله گفتن که نماز بخونید بلند شید شب، من اینو جواب دادم و باعث ناراحتی رسول الله میشه که میگه که وکان الانسان اکثر شیء جدلا. این چیزیست که گفته. حالا سوال اینجاست، این گفتار میتونه کسی که معصوم باشد اینو بگوید؟ کسی که معصوم باشه. پس چرا رسول الله صلی الله علیه و آله اگر علی معصوم هست و همیشه شما میگید که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، دلالت بر عصمتشون میده، خب این سخن علی آیا با عصمت تناقض نداره؟ چرا علی رضی الله عنه با سخن رسول الله مخالفت میکنه؟ میگه بلند شید نماز بخونید، علی بلند نمیشه، میگه هر وقت خدا خواست با بلند میشیم نماز میخونیم. حالا این چیزی که رسول الله از علی خواسته باشه چه حالت شما بگید که امر باشه یا به صورت تشویقی باشه، اصلا امرم نیست، تشویقشون میکنه، چرا حضرت علی رضی الله عنه این گونه مخالفت کردن و این گونه جواب دادن؟ مگه نمیشه بگه که انشالله بلند میشیم، اما جوابی دادن که باعث بگیم که حداقل چیزی گفته میشه باعث تعجب رسول الله صلی الله علیه و سلم از جوابی که علی میده رضی الله عنه. بله. و جالب اینه که خود شیعه وقتی در مورد این روایت صحبت میکنه میگه توهین اهل سنت به علی ابن ابی طالب، حدیثه از نظر سندی صحیح ترین سند ممکن رو داره، چون در صحیحین روایت شده، هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم، و راویان اون اهل بیت هستن به دید شیعه، یعنی دقیقاً پسر سیدنا حسین، حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، خودش به زبان خودش در واقع توضیح میده. یعنی کسی به حضرت علی نمیگه که یک روز ما دیدیم رسول الله علیه السلام رفت و این کار رو انجام داد. اینا حتی وقتی خود سیدنا علی خودش یک چیزی رو نقل میکنه، اگر مطابق با عقاید باطل خودشون نباشه نمیپذیرند و قبول نمیکنند. یعنی وقتی توی روایت نمیبینیم که وقتی که نما کنید میگه که فقلت، علی ابن ابی طالب میگه فقلت یا رسول الله انما انفسنا بید الله، نفس ما در دست است، فقلت، یعنی خود راویش، راویش علی ابن ابی طالبه. بله. و نه فقط صحیح بخاری بلکه صحیح مسلم، و این رو روایت میکنه، صحیح مسلم در دو جا این رو روایت میکنه، در سه جا، عذر میخوام، در سه جا، در سه جای متفاوت امام بخاری این رو روایت میکنه. حالا جالب هست، میدونید که مجلسی به نقل از ابن شهر آشوب این روایت میاره، میاره این روایت. بله. و اون از جمله فضائل علی رضی الله عنه قرار میده. چه کارش میکنه؟ و بعد جادوگرن اینا، ساحر، و بعد اهانت میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم. براتون عجیب هست همین مجلس؟ انسان به خدا تعجب میکنه که اینهایی که از اونها به عنوان علامه و عالم یاد میکنن چقدر جهل دارن به قرآن، به مفاهیم قرآنی، نمیدونه که این آیه کجا اومده، در سیاق چی اومده که بعد رسول الله اینو فرموده، که این داره زیاد میکنه که از صفت بد انسانی که خیلی جدل میکنه، خیلی مجادل هست انسان. بله. یعنی این جوابی که حضرت علی داده که یعنی از دید رسول اینکه در خور و شأن علی نبود که این جواب بده که پیامبر میاد این آیه رو میخونه که و کان الانسان اکثر شیء جدلا، میگه این صفت بد انسان هست که مجادل است، خیلی جدل میکنه، به جای اینکه بگه خب بله بلند میشم نماز میخونیم، میگه زندگیم به دست خدا، هر وقت خواست خدا ما رو بیدار میکنه. حالا ببینید روایت رو ببینیم، این ملای مجلسی به نقل از شهر آشوب است در کتاب فضائل آل ابی طالب، مناقب آل ابی طالب میاره. خب من یک قسمتش بخونم، میاد ما حاج علی احدا الا حجه، هم در کتاب ابن شهر آشوب هست و هم در کتاب اون کسی که ازش به عنوان علامه یاد میکنه، تا بدون که علامهشون چقدر سواد داره ببینید حقیقتا. میاره همین روایتو از کتاب اهل سنت میاره و اینو به عنوان چی قرار میدن؟ به عنوان این که علی
في الأخبار أن أول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق علي. تونست پیدا کنید؟ پیدا کردم بله. بله. میگه در اخبار اومده که اولین کسی که دعوت مبتدع، این اول چیز حذف کنم. اگه من که این داره میگه بله. که ترمذی و بلاذری طبرالعری روایت کتاب دین مردم ایه متکلمون بعد اون هم ما فی الاخبار بله. اون کمی بالاتر ما فی الاخبار همون ما بله. فی الاخبار ان اول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة الى الحق علی جان. اولین کسی که مجادله به حق و میه بنیانگذار مجادله به حق کیه؟ علی ابن ابی طالب. حالا بعد میاد استدلال میکنه به چی؟ به اینکه به همین روایت یعنی پیامبر از مبتدعه میدونه؟ بله. پیامبر از مبتدعه میدونن. بله. این وقاحت مجلسی اینا به این حد رسیده که حتی پیامبر رو به عنوان مبتدع میدونه. چی میگه؟ بعد روایتشو میاره میگه ابوبکر شیرازی در کتابش آورده از مالک از انس از ابن شهاب فلان قال ابن شهاب اخبرني علي بن حسين ان اباه الحسين بن اخبره ان علي بن اخبره ان النبي طرقه وفاطمه بنت رسول الله فقال الا تصلون فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا يبعثنا دقت کن اي يكثر اللطف بنا این دیگه از چرندیات جناب آقای مجلسی و اضافه کرده ابن شهر آشوبه بله. این که در روایت نیست بله. این جناب ملای مجلسی میاد به خاطر اینکه آره قضیه را یک کمی لطیفش کنه شدت این قضیه را کم کنه میگه نه اینکه لطفش با ما زیاد میکنه عجیب انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعدون پس چطور رسول الله متوجه نشد که منظور علی چیه ها میگه فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي ثم سمعت وهو مول يضرب فخذيه يقول وكان الانسان اكثر شيء جدل میگه منظور از انسان کیه علی ابن ابی طالب اكثر شيء جدلا اینو اضافه يعني... کرده دیگه آره آره. كان الانسان يعني علی ابن ابی طالب اكثر شيء جدلا بله. بعد میگه یعنی متكلما بالحق والصدق بله اینا اضافات دجال بزرگ مجلسیه مجلسی ابن شهر آشوب بله یعنی الان شما ابتدا این متنی که قرار داده عنوانی که قرار داده که میگه که وفي الاخبار ان اول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة الى الحق علی بله یعنی چی الان بین روایت استدلال میگه منظورش چیه یعنی مجادله در راه حق کرده علی ابن ابی طالب یعنی رسول الله پیامبر مبتدعه بوده و علی بهش مجادله کرده و داغونش کرده بله قانعش کرده این مقام رسول الله در نزد روافض است الان این دیگه سخن من که نیست این سخن مجلسی است مجلسی ببینید چطوری این حدیث رو از اون قالب اصلیش بیرون آورده و به جای اینکه بگه که علی اینجا اشتباه کرده میاد میگه که علی پیامبر رو قانع کرد پیامبر مبتدع هست دقت کن الان در این دو تا ملاحظه هست یه ملاحظه اینه که دلالت بر اینه که ابن شهر آشوب و مجلس اصلا قرآن نمیخوندن والله العظیم اینا قرآن نمیخوندن اگه قرآن میخوند این حرفو نمیزد و این چیزو نمیگفت شما سوره کهفو هر هفته میخونید اون که اهل سنت هستن مسلمان اهل سنت خب سوره کهفو میخونن میدونن که آقا اینجا وقتی صحبت میشه صحبت ما لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا میگه در این قرآن ما برای مردم انواع مثال ها آوردیم حقایق و بیان کردیم به شیوه های مختلف اما انسان خیلی جدل میکنه انسان خیلی مجادل هست نمیخواد حق و قبول کنه الان اینجا که اومده آقای موحد آقای بینندگان عزیز مد هست یا داره مذمت میکنه احتمال داره رسول الله علیه السلام به تفاسیر مراجعه نکرده که بدون به تفسیر آره علی بیت مراجعه نکرده آره که بدونه که به علی از علی نخواسته ولی وقت علی براش توضیح داد میگه که گفت که اوف کان الانسانو منظور علی است اکثرش این جدالا خیلی حق میگه بله. یعنی پیامبر نمیدونست دقت کنید قضیه ای که اشتباه علیس میان برعکسش میکنن پیامبر رو متهم میکنن دنبالش شما بخونید و ما من الناس ان یؤمنوا جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او یأتيهم العذاب قبلا و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل
صحبت از صفت بد انسان هست و بعد صحبت از کافران میشه که مجادله میکنن به ناحق. یک مسئله دوم، ملاحظه دوم آقا موحد خیلی مهم هست. قبلا هم صحبت کردیم، گفتیم که شیعه در برابر خوارج و دشمنان علی نمیتونه ایمان علی رو ثابت کنه مگر اینکه سنی بشه. شیعه نمیتوند ایمان علی را ثابت کنه. در اینجا یک خارجی، خوارج میتونن بین استدلال کنند که علی را تکفیر کنند. شما چی میتونید بگید؟ شما که ما معصوم میدونید. بعد این جواب به رسول الله میده. اولا که مجادله به باطل از صفات مؤمن نیست. شما گفتیم که اگر رسول الله به یکی دیگر از اصحاب اینو گفته بود و این صحابی اینو جواب داده بود تکفیرش میکردید، اما چون درباره علی است اونو برعکسش کردید، از فضایل آوردید. خب حالا خوارج، دقت کن، استدلال به قدر در اینجا علی رضی الله عنه اشتباهی که در اینجا داره، استدلال به قدر میکنه. چطوری قدر؟ گفت که اگه خدا خواست بلند میشیم، خدا نخواستم بلند نمیشیم. بله، استدلال باطل معروفیه داره توی علم کلام. استدلال به قدر استدلال باطلی هست. آره، خب اینجا یک اهل سنت که میگن خب اشتباه بشر اشتباهی کرده. بله. ولی شمایی که معتقد به اسمتش هستید در برابر خوارج نمیتونید جواب بدید. خارجی میاد با این قضیه میتونه علی را تکفیر کنه، میگه این همون چیزیست که مشرکین گفتن و قالو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اگه خدا میخواست ما شرک نمی آوردیم، غیر خدا نمی پرستیدیم، نه ما نه پدرانمون چیزم حرام نمی کردیم. بله. در سوره یاسین هم میخونیم که این الا آخرین چیز من هست که دیگه بعد میدیم برای بنده. بله. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعم ان انتم الا في ضلال مبين. وقتی بهشون گفته میشه که در راه خدا انفاق کنید، چی میگن؟ میگن اگه آیا ما به کسانی غذا بدیم کمک کنیم که اگه خدا میخواست خودش بهش میداد؟ آیا این الان فرقی میکنه؟ میتونید شما در برابر یک خارجی بیستید و از علی رضی الله عنه دفاع کنید؟ نمیتونید مگر اینکه سنی بشید. دفاع از اهل بید از علی رضی الله عنه جز اهل سنت نمیتونند، چون اهل سنت اینا رو معصوم نمیدونند، از نزد خدا نمیدونند. خب اشتباه است، مثل باقی صحابه که اشتباه کردن، مثل ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، فلان، همه، مثل فرزندانشون حسن، حسین، باقی که اشتباه کردن. علی اشتباه کرده، اشتباه میکنه، ولی شما در برابر خوارج دی جوابی ندارید، نمیتونید. چی میتونید بگید وقتی بگید که علی در اینجا این چیزی گفته که استدلال به قدر کرده؟ استدلال به قدر هم از صفات مؤمن نیست. بله. بلکه خداوند اون از صفات مشکین آورده که در وقتی بهشون دعوت توحید میشه ایمان بیارید، میگه که اگه خدا میخواست ما ایمان میآوردیم. اگه خدا میخواست من بین این بنده، اگه میخواست خدا خودش میخواست کمکش میکرد، فقیرش نمیکرد. درست فهمید. تواصل اگر اشکال از شوش بگیریم، دوست عزیزی که از واتساپ پشت خط هستن بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما رو داریم. سلام علیکم استاد رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید، خواهش میکنم. استاد، خداوند در قرآن صحابه که اشتباه کردن را توضیح میدهد و میبخشد. چند پیغمبر را نام برده است که اشتباه کردند و توبه کردند، مثل داوود و یونس. و در آیه 2 سوره فتح خدا میگوید گناه های گذشته و آینده محمد را هم میبخشد. پس خداوند به ما توصیه کرده است که با مسلمانان با هم نجنگند. یعنی اگر مسلمانی اشتباهی هم کرد خودش میداند و خدا و توبه آخر شبش که با دل درون دل خودش از خدا طلب مغفرت کرده است. و بعضی ها میانند اشتباهات صحابه را میخواهند بگویند که اینها کافر شدند و اینها را زیر سوال میبرند. سه آیه در قرآن هست که من از آخر که پرسیدم و نتوانست من جواب داد و با خنده من جواب داد. یک سوره توبه است که همه نیازمند توبه هستند، حتی پیغمبران. ولعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها زیانکار هستند، حتی پیغمبران و حتی امامان. و امرهم شورا بینهم، و همه نیاز به مشورت دارند و هیچ کس عقل کل نیست. شیعه باید بداند که مسلمان هم میتواند اشتباه کند، اما اشتباهش
را به رخش نباید کشید، بلکه باید قبول کرد که او توبه کرده است و خدا هم توبه اش را می‌پذیرد. اما اینجا سوالی مطرح است، علی با اکثر کارهایش مشورت میکرد یا مشورت نمیکرد مثل حضرت عمر؟ اینجا سوال مطرح است که امام حسن میاند 80 کیلومتری معاویه و با معاویه سوال میکند حالا با دوروبری هایش مشورت کرد این کار را کرد؟ مسلمه ها این کار را نکرده است. آیا حسین مشورت کرد و بیکر بنا رفت؟ مسلمه این کار را نکرد از رای شخصی هایش بوده است. آیا علی که اموال بیت المال رو مساوی تقسیم کرد و صحابه ناراحت شدن گفتن ما در جنگ بدر و احد شرکت کرده بودیم پیغمبر به ما بیشتر میداد و اینها رو از خود ناراحت کرد و رنجان، علی اینجا اشتباه نکرده است؟ مسلمان صحابه در جاهای مختلف اشتباه کردن و حتما توبه کردن، ما نباید اینا رو سرزنش کنیم و خداوند در قرآن میفرماید گذشتگان عبرت شما باشند و در مورد آنها قضاوت نکنید. اما این شیعیان رافضی میآیند و یک نکته از عمر برمیدارند، یک نکته از زبیر برمیدارند و میخوان اینها رو کافر جلوه دهند و اینها رو میخوان مرتد و بیدین نشان دهند. ایرانیان شیعیان دست از این تیکه پرانی هایتون بردارید و به دامن اسلام یعنی موحد بودن و توحید بودن برگردید و اینقدر ایراد و اشکال نگیرید که خداوند در سوره سر توبه کل استعابه را بخشیده است و به آنها وعده بهش داده است. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. تماس بعدی رو از طریق اینستاگرام میگیریم. دوستی که پشت خط هستید بفرمایید، خواهش میکنم. من اتبع الهدى. بله. آیه قرآن هم بلد نیستید از رو بخونید، بفرمایید. خب آقای حسینی، من مخصم شما اول جواب بدید. آقای من اینجور که میبینم شما تمام برنامه هاتون در مورد عقاید ما شیعیانه. خواستم از ازتون بپرسم آیا ما حق داریم بدون استرس از قطع شدن بیاین و از عقیدمون در مقابل شما دفاع کنیم یا نه؟ نه، شما حق این رو دارید که در مورد موضوع برنامه نظر بدید. اگر بله نظرمون رو میدیم. بله، در مورد موضوع برنامه همیشه برسیم. بله، یه نکته من بهتون بگم، بله، همیشه آویزه گوشتون کنید. 44 سال الان جمهوری اسلامی بالای 200 خوردی کانال رادیو تلویزیون با زبان‌های مختلف در دست داره. نه شما وقت برنامه با من دوست عزیز، شما ربطی نداره وقت برنامه که گرفته میشه. ببینید همین وضع دیگه، یعنی ما به شما احترام میذاریم، وصلتون میکنیم به استودیو خودمون که تو برنامه خودمون و شبکه خودمون و میخوایم وقت خودمون رو صحبت کنیم، شما پرید تو صحبت من؟ یعنی شما الان زنگ زدید که وقت رو به منی که به منی که کنترل برنامه با منه بخواید. اگر یک کلمه دیگه لام تا کام تو صحبت من صحبت کنید میندازمتون پایین. آفرین پسر خوب. 43 سال جمهوری اسلامی بالای 200 خوردی شبکه رادیو تلویزیون داره. تمام عقایدی که در این عقاید مذهبی و دینی که در این 40 چند سال در این 200 خوردی شبکه منتشر شده مطابق با عقاید آخوندهای حوزه علمیه قم بوده. یک ثانیه، من میگم یک ثانیه تحدی میکنم ها، یک ثانیه محض رضای خدا اجازه نداده یک نفر از 30% مردم ایران که اهل سنت هستن تماس بگیرن توی برنامه اینجوری مثل این آقا آزادانه حرفشون رو بزنن و نظر خودشون رو بدن و دلایل بیارن و به چالش بکشن. توی 44 سال 200 شبکه تلویزیونی، اهل سنت 3 یا 4 شبکه تلویزیونی داشته. در این 6-7 سالی که برنامه های خودش رو از جیب خودش با پول خودش اجرا میکنه، تقریبا در تمام برنامه ها اینها رو وصل میکنه و بهشون آزادانه وقت میده و میگه شما بفرما از عقیده خود دفاع کن. و بعد از این اینا که وصل میشن توی شبکه های ما که با پول ما، نه با پول بیت المال مردم ایران صحبت میکنن، دو قرتونیمشون هم باقیه. قبل از اینکه صحبت کنم میگن آیا ما اجازه داریم، من وصلش کردم، ما اجازه داریم حرف بزنیم و بذارید ما هرچی میخوایم بگیم. اگر من قرار بود وصلتون نکنم، اگر میخواستیم خودمون حرف بزنیم شما رو وصلتون نمیکردیم. حالا موضوع برنامه مشخصه، زیرنویس شده توی اینستاگرام هم مشخصه، چیزی هم که گفته شد استاد مشخصه. من سکوت میکنم در مورد موضوع برنامه، هر مطلبی که میخواید بفرمایید آزادانه.
بله ببخشید آقا، میگه چرا من مقدمه گفتم؟ ببینید الان گفتم که حساب من نمیرسم شما علی اینو میخواد بگید. یکی از ترفندهای شما، من خیلی از ترفندهای شما نمیخواد ترفندهای ما رو صحبت کنید دوست عزیز، در مورد موضوع برنامه صحبت کنید، وقت برنامه رو نگیرید، در مورد موضوع برنامه مطلبی که میخواست کار به ترفندهای ما، وقت برنامه ما، سیاست شبکه‌های اهل سنت نداشته باشید. موضوع برنامه مشخصی، در مورد موضوع برنامه آزادانه آنچه میخواهید بگویید. اگر نمیخواید در مورد موضوع برنامه صحبت کنید، وقتتون رو بدید به یک مخالف دیگه از قماش خودتون. بفرمایید. بله من سریع میرم سر اصل مطلب چون خوام بهانه ندم. بله این ببینید پس تا آخر میمونیم و قدم به قدم جلو میریم. شما دو نفر استاد هر سلام، من یه بچه‌شیه، من میخوام با قرآن کریم که معجزه خداونده و بنده یه شیعه غیر ممکنه هیچ عقیده‌مو بدونم نتونم بدون قرآن کریم اثبات نکنم. میرم سر قرآن کریم و عصمت اهل بیت رو اثبات میکنم. اول بحث ما من شیطان الرجیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما شما میپرسم این آیه در مورد کی؟ زنان رسول الله. در مورد همسران رسول الله. همسران رسول الله علیه السلام. اگه در مورد همسران رسول الله است، چرا جمع مکثر مرد در آیه ها و در قبلش با صیغه مؤنث خطاب کرده؟ به دلیل اینکه اهل البیت جمع مذکره، همونطور که در مورد همسر ابراهیم هم از جمع مذکر استفاده کرده، در مورد موسی هم همین را جمع مذکر استفاده کرده، یک نفر زنه. اهل بیت جمع مذکره و هیچ کس نمیگه ان کن اهل البیت، اشتباه از نظر لغت، از نظر لغوی وقتی در مورد یک زن هم میخواد صحبت بشه اینکه بگه ان کن نه یا انکه برای یک زن یا ان کن نه برای چند زن، اشتباه از نظر لغوی برای اهل بیت که جمع در واقع مذکره باید از صیغه جمع مذکر استفاده بشه. بارهای موضوع رو گفتیم، موضوع برنامه هم نیست دوستان، این ایشون داره از موضوع برنامه استفاده، هیچ موضوعی در مورد موضوع برنامه نبوده، ما بهت پاسخ دادیم، ولی از الان دیگه در مورد موضوع برنامه صحبت کن. علی ابن ابی طالب در روایت صحیح و سندی که از صحیح بخاری و مسلم روایت کردیم، موضوع برنامه نیست. موضوع برنامه نیست. اشکال نداره، میشه یه سوالی ازتون بکنم؟ اشکال نداره، میشه من یه سوال ازتون داشته باشم؟ از نظر من شیعه، یه لحظه ببخشید، دو نفری صحبت بکنی وقت من نگیری، میخوای با هم کمک کنید کمک کنید. من شیعه معتقدم این اسمت رو ثابت میکنه و در مورد اهل بیت است که من معتقدم. شما الان داریم پیش میریم، آقا آیه که در مورد میگید در مورد همسر حضرت ابراهیم قشنگ بیار بخون بینم باروش بحث کنیم، با صیغه مذکر خطاب کرده، بیارم بخونیش بفرمون. موضوع برنامه نیستیم ولی براتون میارم. نه من میگم اسمته، براتون میارم دیگه. اینه اشکا با اجازه استاد، اشکال نداره، ولی هیچ وقت اینه بس زیادی از من اینو بگم که هیچ وقت یک شیعه نمیتونه در مورد موضوعی که هست صحبت کنه، هیچ وقت نمیتونید. اینه آقا دلیل آورد آیه رو بفهم. 73 سوره هود، قال اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، قال اتعجبین، در مورد همسر ابراهیم و میفرمایند رحمت الله و برکاتش علیکم، این چیزی که شما گفتید علیکن نه یا علیکه باید باشه، اینجا علیکم میگه اهل بیت. اهلهم کتو. بله موسی به اهلش میگه اون کتو. خب یه سوال بله. بله آیا در این آیه حضرت ابراهیم و فرزند وعده داده شدهش هم مورد خطاب هست یا نیست؟ نه تعجبینه دیگه، داره قبلش میاد. اشکال نداره بگو ابراهیم هم وارد بشه، فرزند دیگه نیز نبوده، ولی اونجا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وارد میشه. به نظر شما الان بذارید من یک سوال از شما کنم، این کل خطاب قبل و بعدش همه در مورد امهات المؤمنین هست، به نظر شما همون گونه که علماتون میگن آیا این آیه این قسمت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت جاش اینجاست یا جای دیگری است؟ قطع شد. دقت کنید الان بحث ما نیست، چون هیچ وقت من میگم که یک شیعه نمیتونه بیاد اون بحثی که هست وارد بشه.
خب الان سوال ما اینه که آیا این چیزی که مجلسی داره میگه و رسول الله را متهم میکنه به این که نفهمید علی بهش یادش داد نظرتون چیه؟ این یکی. دو، علمای شیعه در همین بحث انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس چی میگن؟ میگن این آیه جاش اینجا نیست، جای دیگه بوده، کجاست نمیدونن. پیش امام علی است، پیش مهدی است اون قرآنی که بیاره. بله قبل ناچارن میگن که چی؟ میگن که این قسمت آیه جاش اینجا نیست، چون همه در مورد زنان صحبت میکنه، بعد میگه که انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس. کمال هیدری خیلی بحث جالب داره، در اینجا میاد کل این نظرتتون باطل میکنه با توجه به استدلال به قایم. حتی روایات خود شیعه داره که مذکر استفاده میکنه در روایات، که بحث اهل بیت که میاد همون امیر مذکر میاد. وقتی که موسی داره میگه که اذ قال لأهلهم کثو لأهله امکثو، نگفت که امکثنا، امکثو یعنی مکس کنید، بیستید، انا منجونک و اهلک الا امرأتک. بله اهلت مگر همسرانت دیگه. بله یعنی که همسر وارد میشه در اصل، چرا این استثناء میکنه؟ اگه تصویر ببینیم دو هر دو جایی که اهل بیت تو قرآن اومده، نه اینکه چندین جا اومده غیر از همین. بله. که اهل بیت اومده دقیقا با کلمه اهل بیت. بله. ببینیم چطوری فریبتون میدن دوستان وقتی که میگن اینجا در مورد کیه؟ در مورد همسر ابراهیم. قال اتعجبین من امر الله. اتعجبین کیه؟ یک زن، یک مؤنثه. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البيت. اینجا چرا علیکم اومده؟ شیعه برای اینکه بخواد اینجا وقتی خداوند در مورد همسران رسول الله علیه السلام صحبت میکنه بخواد بگه اینجا اهل البيت، یه دفعه خطاب قرآن عوض میشه، میگه چون اینجا اومده لیذهب عنکم الرجس اهل البيت، پس اینجا منظور آیه عوض میشه، چون قبلش گفته وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، در مورد همسر رسول الله. خب همین اتفاق در اینجا هم افتاده. بعد جالبه که ببینید میگه من میخوام در مورد موضوع برنامه صحبت بکنم. ما الان چقدر از وقت برنامه گذاشت؟ اتاق فرمان الان یک ساعت از وقت برنامه تقریبا گذاشت. تو این یک ساعت از وقت برنامه شما هیچ چی نداشتید، هیچ موردی از موضوع برنامه رو ندیدید، در مورد اشتباه سیدنا علی، در مورد دروغ مجلسی به اهانتش به رسول الله علیه السلام، در مورد همین روایت هیچ کدوم از اینا ندیدید. بعد دوباره یک موضوعی که به الله قسم، من میتونم قسم بخورم که بالای 30-40 بار در مورد همین آیه، در مورد همین یک موضوع صحبت کردیم. و وقتی در مورد همین یک موضوع صحبت میکنیم زنگ میزنه در مورد موضوع دیگه صحبت میکنه. آره در مورد موضوع صحبت نمیکنه، اشکال نداره، ما بازم وصلتون میکنیم، ما باز هم مخالفین خودمون رو وصل میکنیم، یکی پس از دیگری تشریف بیارید ببینیم کارتون به کجا میانجامه. و مثل 200 تا شبکه جمهوری اسلامی که پول بیت المال مردم ایران که 30% اهل سنت رو میگیره میخوره و یک ثانیه به یک اهل سنت اجازه نمیده که دفاع کنه از عقیده خودش، یک ثانیه محض رضای خدا. دوست عزیزی که از طریق اینستاگرام، از طریق واتساپ پشت خط اتاق فرماسیونشون باز کنید لطفاً، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله استاد موعید. علیکم و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت استاد حسینی. علیکم السلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم استاد، ما اگر من البته خود من به عنوان یه شخص مسلمان و اهل سنت برنامه در باره حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، حضرت علی از لحاظ من سنی یعنی یه شخصی است به اصطلاح داماد رسول الله است، شیر خدا است، یعنی پدر حسنین، شوهر زهرا بتول است، یعنی شخصی است که در تمام جنگ‌ها اصلا مثل نداشته، مردی پرهیزگار، مردی با خدا، مردی خدا ترس، مردی زاهد بوده، هیچ شکی درش نیست. حالا ما می‌خوایم علی بلندترش بکنیم، نمیشه، پایین‌تر هم می‌خوایم بیاریم هم نمیشه، علی اون که هست هست، ولی در آخر بشر است، این ما باید قبول بکنیم. الان یک کلیپی بود در فضای مجازی، من یک چیزی داشتم، چیه بود ایشون؟ استاد موعد. بله. بعد گفت که یک آخوندی هست در بسرا، در فکرم در اصفهان، میگه حضرت محمد، حضرت علی، حضرت محمد خوابیده بود، سرش گرفته بود توی به اصطلاح زانو حضرت رسول، خواب رفته بود، نماز عصر شد و عصر تموم شد و از این چیزا و بعد خلاصه و دید که حالا به اصطلاح از وقت گذشته، به آفتاب، به خورشید دست داد که برگرد. حالا این مرد
به اصطلاح آخان اینقدر عقلش کار نمیکنه؟ آیا خورشید یک نخوده؟ آیا خورشید چطوری به دور زمین میچرخه یا زمین به دور خورشید میچرخه یا از لحاظ علمی داره؟ ما هر دمون حساب بکنیم. خیلی خوب، این دوست شیعه من که رفیق من بود گفت من این صحنه که دیدم از اسلام برگشتم، اصلا دیگه مسلمان نیستم. دیگه من خیلی نصیحتش کردم، گفتم بابا بعضا اینا مقالات که حضرت علی را خیلی بارا ببرند این حرفا را میزنند. وقتی حضرت رسول جای میرفته اقلن 20 نفر 30 نفر 50 نفر صحابه همراهش بودن، نماز عصر که میشونه همه با هم نماز میخوادن، نماز رو با هم نماز میخوادن، یه چیزی میپرونه برای حضرت علی میخواد خیلی بزرگش بکنه. دیگه را جوز ما کنگم راضی شده. حالا از استاد حسین هم میخوام در باره این یه خوره مفصل توضیح بده تا جوز ما اگه پلی من نشسته راضی باشه. خدا حفظتون کنه، در پناه الله باشه. بزرگوارید، خدا نگهدارتون. تماس بعدی رو اگر استاد بعدن به این دامن رد و شمس بقول معروف، دوستی که از طریق اینستاگرام پشت خط هستید بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی خوش اومد برنامه خودت. ببخشید قطع شد. من آقا من اول کارم بهتون گفتم من این آیه رو در آقا عقیده من نسبت به این آیه میدونه، خارج از بحث نیست. من خبر قرآن رو ببین، روایت ولش کن، دامنه فرار در روایت زیاده. قرآن معجزه خداوند داره در بحث صحبت میکنیم. این آیه رو من شیعه، شما میدونید که عقیدم نسبت به این آیه کیا هستن، چه کسان بزرگواری هستن و اسمتم میدونم که این آیه اشاره به اسمت داره. پس ادامه میدیم. ما تا اونجا پیش رفتیم که آقا شما آوردید دلیل که همسر حضرت ابراهیم اونجا مذکر خطاب شده. من یه سوال از شما پرسیدم، آیا در اون آیه بحثی ما این نیست؟ شما چرا اصرار میکنید بر چیزی که بحث نیست؟ شما نظرتون در مورد نظریه‌ای که آقای مجلسی آورده و میگه که علی اولین با مبتدعه؟ اجازه بفرمایید بحث ما اینه. نه بحث ما این نیست. خب ببینید، یه چیز جدیدی که نیاورد، اگر چیز جدید آورد بود بهش میپردازیم. ما یک بحث تکرارم، یه دقیقه گوش کنید، میخوام حرف بزنم، یه دقیقه گوش کنید لطفا. یه بحث تکرار مکررات، ما صدها بار پاسخ این استدلال رو آوردیم. خب و الان ما اصلا یک کلمه به این مسئله نپرداختیم. موضوع برنامه اشتباه، یه دقیقه گوش کنید، موضوع برنامه، گوش کن عزیز دل من، موضوع برنامه در مورد اشتباه سیدنا علی رضی الله عنه هست، آنچه بخاری و مسلم روایت کردن از خود علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و مجلسی در کتاب خودش آورده. ما از اول برنامه تا حال حاضری که شما تماس گرفتید کلا در مورد موضوع پرداختیم. مسئله در مورد آیه که بهش میگید آیه تطهیر، ما صدها برنامه داشتیم، صدها مورد از شما رو بحث کردیم و صدها بار جواب به این شبهه داده شده. یعنی یه تکرار مکرراته، نه تنها یک بار و دو بار و ده بار، من میگم صدها بار تکرار شده. از من شما در مورد موضوع برنامه صحبت نمی کنید، شما در مورد موضوع برنامه صحبت نمی کنید و برای آخرین بار بهتون وقت میدم. من سکوت میکنم، شما مطلبتون بفرمایید. اگر در مورد موضوع برنامه بود باهاتون ادامه میدیم، اگر در مورد موضوع برنامه نبود باهاتون خدافظی میکنیم. بفرمایید. آقای موحد، مردم شعور دارن. ببینید شما الان اومدید میگید اشتباهات حضرت علی، مگه نمیگید؟ آقای عزیز، من شیعه میگم حضرت علی، مولا علی علیه السلام، اهل البیت دارای عصمت هستند بدون خطا و بدون اشتباه. میخوام به شما ثابت کنم از قرآن کریم معجزه. شما امری روایت میاری، یا تحمل کن مرد باشید وایسید ادامه بدی، یا بگید آقا ما جواب نداریم نمیخوام با تلفن بدی. جوابتون دادیم آخه، یه سرچ زدید تو اینترنت. آره، هر موقع چرا فوش میدی عزیز دل من؟ موضوع برنامه این نیست. یعنی شما داخل یک سرچ ساده، من همین الان براتون سرچ میزنم، خب تو یوتیوب، فقط یوتیوب شبکه جهانی نور، خب من میخوام ببینم که این چیزی که فکر میکنه مثلا خیلی شاق کرده و موضوع برنامه رو داره تغییر میده، من در مورد فقط در یوتیوب شبکه جهانی نور برای شما یه سرچ میزنم و به شما نشون بدم، یعنی که چقدر در این مورد صحبت شده. خب و انواع و اقسام حرفایی که زده شده، من اگر داخل این، ببینید اینو، خواهش میکنم، این یوتیوب شبکه جهانی نوره. خب من این آیه تطهیر رو زرسم، تفسیر مندروردی آخوندها از آیه تطهیر، این برنامه 1 ساعت و 20 دقیقه بوده و استاد سجودی تمام بینندگان رو رست کرده. اهل بیت چه کسانی هستن؟ خود استاد حسینی بوده. تحریف معمایی آخوندها در مورد آیه مباهله، رد انما ولیکم،
تماما اینا رو میبینید، تماما در مورد آیه تطهیر، یعنی یک سرچی که من زدم فقط توی شبکه نور، ببینید چقدر از اینا خود ما بودیم، شبکه نور تمام اینها فقط در مورد آیه تطهیره، تماما در مورد آیه تطهیره. آیا جایگاه همسران پیامبر در سوره طهر، در مورد موارد مرتبط، اهل بیت چه کسانی هستن، خود استاد حسینی. یعنی شما برید بگردی تا فردا صبح میتونید ما این موضوع روش پرداختیم. الان در مورد یک موضوع دیگه نمیخواد در مورد موضوع صحبت بکنه، میگه من میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. حالا شما مجبورید کل وقت برنامه بذارید من یه موضوع دیگه صحبت کنم. چرا؟ چون اون در مورد روایاته، من میخوام در مورد قرآن صحبت کنم امروز. اگر شما در مورد قرآن صحبت کردید من میرم سراغ روایات، من لجبازم. تماس بعدی از طریق تماس رو قصد دارم. جالب است که نیا کنید، ما اونا ادعا میکنن که معصومه، خب میگه من از قرآن ثابت کنم. تو بیا حقیقتی که علی رضی الله عنه بوده ثابت کن، چیزی که اصلا تو نمیتونی ثابتش کنی، چیزی که قطعی نیست، تو داری میچسبونی بهش، خب از دید خودت هست. ولی الان این روایتی که ملای مجلسی که ازش به عنوان علامه یاد میکنید بیاد داره میگه که اولین کسی که مجادله با مبتدعه را تأسیس کرد علی بود، بعد میاره چی؟ مجادلش با رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر رو محکوم کرده. قبلش هم یک روایت میاره از ابوبکر بن مردویی در کتابی، در کتابش از سفیان میگه ما حاج علی احدا الا حج، علی با هیچ کس مجادله نکرد من اینکه برش پیروز شده. بعدم این سرگذشت این قضیهشو میاره که بعد رسول الله تسلیم میشه در برابر علی. ببینید که اصلا رسول الله اشتباه کرده، رسول الله از نظر مجلسی مبتدع هست، حرف ناحقی زده، اومده به علی اینو گفته که بلند شو نمازت بخون و بعد علی اینو جواب میده، بعد میگه که بله و کان الانسان، یعنی منظور علی اکثر شیء جدلا، خیلی در جدال قوی بود، جدال قوی هست. اینو آقا شما اینو بگید، این اهانتی که مجلسی به رسول الله، مجلسی ابن شهر آشوب میکنن، این جوابی که حضرت علی میده، ما گفتیم که شما در برابر خوارج اینجا نمیتونید جواب بدید، ایمان علی رضی الله عنه را ثابت کنید. قبلا برنامه رفتیم گفتیم که شما به هیچ عنوان نمیتونید ایمان علی رضی الله عنه را ثابت کنید مگر اینکه اهل سنت بشید. همون چیزی که اهل سنت در مورد اصحاب میگن در مورد علی هم میگن. ولی شما علی را جدا کردید، اصحاب را تکفیر کردید، حالا وقتی که بیان میگن که بر چه اساسی میخوای ایمان علی را ثابت کنی نمیتونی. تماس بعدی را از طریق واتساپ میگیریم. دوستی که پشت خط هستید بفرمایید، خواهش میکنم. اتاق فرم صدای واتساپ. بله بفرمایید، خواهش میکنم. دوستی که از طریق الو بفرمایید، شما پشت خط هستید، صدای شما رو داریم. الو سلام علیکم. علیکم سلام، خیلی خوش اومدید، بفرمایید، خواهش میکنم. بخواستم بگم برای این برنامه چون برنامه خوبیه ولی باید به اعتقادات همدیگه احترام بذاریم. حالا ما در همین راستا یک شعر هم داریم. چقدر این ولایت فقیه برای اعتقادات شما احترام قائل شده؟ توی کتاب ها، توی صدا سیماشون، توی رسانه های مختلفشون چقدر اهانت میکنن؟ برای همون ما یک شعر حالا ما خواستیم بخونیم. صدای تلویزیونتون لطفاً کاملا ببندید، فقط از طریق گوشی تلفن صحبت کنید، منتظر صدای خودتون از تلویزیون نباشید. میگه مقبچه ز جامعه پرسید ای شیخ تو چه مذهب داری؟ گفت مفتخرم که سکسونی و خرشیان نیم. منظور از این شعر حالا نه توهین به مذهب اهل سنت نه به مذهب اهل تشیع، ولی کلن باید ما به اعتقادات همدیگه بپرسیم. یعنی که ملحده شما اعتقادی داره در هر حال، چی در ایران شما در شما ایران، شیعه هستید؟ چی در عربستان، چی در هر، شما خودتون شیعه هستید دوست عزیز؟ بله ما اهل تشیع هستیم. نظرتون در مورد یکی از کتب مطرح تشیع، کتاب علامه مجلسی بهار الانوار، نظرتون در مورد توهین مجلسی به رسول الله علیه الصلاه و السلام که الان 3-4 بار خونده شد توی این قسمت، نظرتون چی است که یکی از علمای مطرح شیعه توهین میکنه به رسول الله علیه الصلاه و السلام؟ نظرتون چیه دوستان؟ چه توهینی کرده؟ خب من حالا کتاباش واقعیت نخوندم. حالا علامه مجلسی کتاب زیاد نوه، حالا کتابی که داره مثلا
حیل للمدفین و بیارس و با چند تا دیگه کتاب هست، ولی حال من کتاباشو نخوندم. ولی خب کلن یکی از علمای برجسته تقریبا، حالا میشه بگه اهل. خب نظر شما در مورد توهینی که این عالم برجسته آره، این که معلومات خیلی خوبی داره، این کتابی هم که گفتید نمیدارم کی نوشته، ولی به هر حال این تو این عالم شیعی مطرح وقتی توهین میکنه به رسول الله علیه الصلاه و السلام، به نظر شما لایق پیروی هست یا نه؟ حالا نه، خب اگر مسلما توهینش به توهینی که کرده واضح و آشکار باشه، خب مسلما هر کسی که به رسول الله و اهل بیت رسول الله توهین کرده باشه نباید چیز کرد. پس چرا شما پیرو مذهبی هستید که بزرگان اون و مؤسسین اون به رسول الله علیه الصلاه و السلام و اهل بیت رسول الله علیه الصلاه و السلام توهین میکنن؟ خب از قدیم گفتن جناب آیتی، گفتن ما همه که تو منطقه خاورمیانه به دنیا اومدیم و چون تو ایران به دنیا اومدیم شدیم ارزم بزرگش ما شیعه. شاید اگه تو عربستان به دنیا میومدیم میشدیم اهل سنت. نه شما الان قدرت توانش دارید دیگه. نه شما خیلی از خیلی از بزرگان هستن. درگاه خدا این وجودی نیست برای شما. خیلی از بزرگان هستن. الان من یه نمونه برای شما میارم. خیلی از بزرگان هستن، از علما، از اندیشمندان. الان تصویر یکیشون رو شما برای شما نمایش میذارید. دائما تماس میگیرن. ایشون آقای سجودی هستن. استاد سجودی در تهران به دنیا اومدن و پیرو همین مذهب خرافی که الان شما پیروش هستید بودن، مذهب رو ترک کردن و پیرو قرآن و سنت شدن. این یک نمونه هست از افراد بسیاری که در خاورمیانه به دنیا اومدن. اون رتبه خاورمیانه نمیدونم چرا داره، ولی به هر حال چون شما گفتید و در ایران به دنیا اومدن، پدر مادرشون شیعه بوده و ترک کردن این مذهب خرافی رو. وقتی دیدن که وقتی مانند شما دیدن که به اهل بیت، به رسول الله علیه الصلاه و السلام در این مذهب توسط بزرگان این مذهب توهین میشه، شما هم راه درست رو انتخاب بکنید دوست عزیز. اگر میبینید حق با قرآن و سنت، پیرو قرآن و سنت باشید که این برای شما در روز خب قیامت دلیل نخواهد. بخشی از کتابای ما، خب بخشی از کتاب مثلا اهل سنت صحیح بخاری اینا رو خوندیم، مطالعه کردیم، چیز جالبی نداشتن. چی داشت؟ چی خوندی؟ به همون خاطر. نه چی خوندی از کتاب اهل سنت؟ نظرتون در مورد صحیح بخاری چیه؟ مثلا در یک جایی که صحیح بخاری داره میگه در روز قیامت زمانی که مؤمنان از روی پول صراط رد میشن، به خاطری که نیفتن به ریش خداوند بچسبن، خداوند برای خداوند ریش گذاشته. اینو کی گفته؟ اینو از کدوم کتاب گفتید؟ تو صحیح بخاری ما حدیث، ما اصلا کتاب به اسم صحیح بخاری نداریم. اصلا اصلا در اهل سنت همین صحیح مسلم همین خدا نگهدار. خدا که 7 8 جلد هستش به حساب 8 جلد. تو جلد چندمش داشتی میخوندی رسیدی به این داستان؟ جلد چند؟ من اینو به صورت گذری خوندم. حالا من نمیدونم. ورق میزدی کم کم از بخارایی و بخارایی تموم شد رفتی مسلم. همینطور 7 8 جلد کم داری؟ نه، حالا آره. من تو داشت ورق میزنی نصف شبی گفتی حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم جلد سوم صحیح بخارایی بخونیم، یهو دیدی چنگ میزنم به ریش خدا، همینجوری کشکه باد هوای چیزی میپرونیم. اگر بخارایی نشد میگیم مسلم، اگر مسلم نشد فکر میکنیم یک مسلمان دیگه مسلمان میگیم به مسلم، همونطور که به امام بخاری میگیم بخارایی. تو خاورمیانه بزرگ بشید همینجوری میشید از زمان مکان جا خیلی بد بوده، مکان بزرگ شدنتون خیلی نار درست بوده. خدا نگهدار عزیز من. از این بعد بخواستید بخونید به جای 7 جلدی صحیح بخارایی برید 12 جلدی بهار الانوار رو بخونید، فهم کنم بیشتر خوابتون ببره. خدا نگهدار دوست عزیز. بله بله، حقیقتا بایستی مجلسی و کتاباش و افکارش به عنوان به حکم سب النبی آقا محاکمش کنند. بله، مجلسی ابن شهر آشوب بایستی با این اتهام سب النبی محاکمش کنند و این تمام کتاب این فرد بعد از بین برداشته بشه. شما وقتی برید نگاه کنید این چیزهایی که در کتابش آورده، ببینید که چه اهانتهایی به رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا اهل بیت داشتن. بایستی با اتهام سب النبی اینها باید محاکمه بشه.
اینکه شما را کسانی را محاکمه میکنید به عنوان سب النبی جای خودش، الان این فرد هم و همچنین به اضافه آقای کلینی و دیگران و شما آقا بهت محاسبه محاکمهشون کنید، محاکمهشون کنید، چقدر سب النبی کردن. الان همین امشب خوندیم که چگونه سب النبی کرد. بله، تماس بعدی طریق واتساپ بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم خوب ان شاء الله سلامتید. عالی ام الحمدلله. بفرمایید خواهش میکنم. زنده باشید. ممنون از برنامه خوبتون. سپاس از شما. ممنون از اینکه تماس گرفتید. علی سلام در خدمت استاد بزرگوار جناب حسینی عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد حسینی عزیز یکی از دوستان قدیمی ما بودند که تو دبی با هم تو یه منطقه بودیم اگه بشناسید. جناب استاد حسینی سپاهی هستم. از دوستانتون بفرمایید. حالا انشاءالله در مورد موارد دوستی بعد از برنامه بفرمایید. الان در مورد موضوع برنامه مطلبی دارید دوست عزیز؟ خیلی متشکرم از تماستون. در مورد موضوع برنامه مطلبی دارید؟ متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خدا نگهدار. از بله خواستن سلام بکنن، گفتن آقای سپاهی هستن. به هر تماس بعدی رو بس میکنیم. بفرمایید آقای کیوان عزیز، خیلی خوش اومده برنامه. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم. عزیز حسین باشی دارم خدمت شما استاد موحد و همچین استاد حسینی عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. سبحانه تعالی به شما جزای خیر بده. ممنون از برنامه های خوبتون. بفرمایید. من واقعا به باوری الان دارم که برای شیعیان که اینقدر روی افکار و عقاید باطلشون پافشاری میکنن در مرحله هستم که دلسوزی نمیکنم، به این دلیل که واقعا 44 ساله اینا در کشور ایران با ثروت خدادادی ایران قدرت در دست گرفتن، با حمایت ظالمانه استکبار قدرت در دست گرفتن و ما مسلمانان و مردم مظلوم ایران و منطقه رو قتل عام میکنن. به این دلیل من واقعا براشون دلسوزی نمیکنم. ولی خب یک مسئله دیگه هم هست که برای من خیلی جای تأسفه که به فرض مثال عرض میکنم خدمت شما، من صوفی مسلک میام این جنایتکاران رو برابر دوست و برادر خطاب میکنم. اینم واقعا منو خیلی آزار میده. شما ببینید خیلی وقتی الحمدلله این شبکه توحیدی درست شدن و الحمدلله خیلی از مردم ایران چه اهل سنت و چه شیعه به وسیله این برنامه ها بالاخره به اعتقاد صحیح رسیدن، الحمدلله در توحیدشون راستگو شدن و بالاخره به اون توحیدی که مد نظر اسلام هست رسیدن الحمدلله. ولی خب بازم هست مردمی که در ایران متاسفانه جاهلانه برخورد میکنن، نادانه رفتار میکنن و به عقاید باطلشون باور دارن و خب ادامه میدم به این افکار باطلشون. من میخواستم همین خدمت شما عرض کنم و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حقیقتا تصوف غالی و رافضیگری درو یک سکه هستن. بله یکی هستن، هیچ فرق نمی کنه. اما این نوع تصوف غالیش و حقیقتا یک نسخه تعدیل شده هست، نسخه دستکاری شده است که برای اهل سنت قرار دادن. اما در حقیقت هیچ فرق نمی کنه. بدین خاطر حقیقتا وقتی که ما عقاید رافضی ها را نقد می کنیم، طبیعتا عقاید این صوفی های غالی که قبوری هستن بیشترش، بله هیچ فرق نمی کنه. فقط اسمها رو تغییر دادن، به جای مثلا امام میگن قطب، ابدال یا فلان، از این حرفایی که چیزایی که قرار دادن. نقد عقاید روافض، نقد همون عقاید صوفیهای غالیست که دستان در بین اهل سنت وجود دارند. بله خیلی متشکرم. وقت برنامه کاملا تمام شد. اگر اون سوال بیننده فقط در مورد رد و شمس گفتن اینکه یه سوال پرسیدن که دوستای شیعه شون بعد از اینکه از قول یکی از آخوندها قضیه رد و شمس سر برای علی ابن ابی طالب رو شنیده که علی ابن ابی طالب خورشید رو برگردونده، با گفته ولی تو من هستم و من میگم برگرد. بعد میگه خب ما میدونیم که الان خورشید که بر نمیگرده اصلا، چطوری؟ خب این متاسفانه از غلو و زیاده روی هایی که شده
خرافاتی که هست متاسفانه. یعنی شما وقتی که در روایت های آقایون میخونید که به اهل بیت نسبت دادن که آقا زمین بر روی گاو شاخه، بله، یعنی اینها بر اساس اون تصوری که در اون زمان ها داشتند، خب این روایت ها درست کردن به اهل بیت نسبت دادن. خب شما میگید که اهل بیت عالم الغیب و شهاده اصلا همین چیز در تصرف نمیدونه که آقا رو شاخ گاو هست یا نیست، بله. کلان ثابت میشه آقا رو شاخ گاو نیست. نیست. تکلیف چیه؟ این روایت ها بعد چی بگید؟ و امام معصوم هم داره میگه، بله، این چرندیاتی که متاسفانه به اهل بیت نسبت دادن که انبیا نداشتند، بله، این همه کرامات و زنده کردن و از این کارهای عجیب و غریبی که فقط در شأن الله سبحانه و تعالی است باعث میشه که واقعا انسان از دین زده بشه. بله. یعنی به خاطر همین دین گریزی تو من دیشب این تو برنامه گفتم که آخوند کاری کرده به هر حال مردم از دین به در برده، بله، یا میاد مردم رو وادار میکنه به عبادت قبر رضا و علی و حسن و حسین و علی و تقی و نقی، بله، یا کار میکنه که از بار دیگه میره وادارش میکنه به عبادت چی؟ قبر کورش، بله، بره به تخت جمشید، بره به فلانجا عبادت اونا کنه، بله. یعنی این کاری که آخوند میکنه یکی از این دولت هست، به هر حال بیرون بردن مردم از دین هست، درست، به هر نحو شده، یا همون اعتقاداتی که خودش داره یا اگه قبول نکرد طرف دیگه به خاطر ضدیت با این اعتقاد ضد اون انجام میده، عبادت کسی دیگه میکنه، کورش عبادت میکنه، برابر قبر کورش میفته سجده میکنه، میبوسد فلان میکنه، بله، به خاطر ضدیت با این سخن آخوند، بله. این چیزهاییست که روایت های درست کردن که هیچ عقلی قبول نمیکنه و این راویان دروغگو درست کردن نسبت دادن به اهل بیت، هنوز آخوند دارن چیز میکنن. اون آخوند داشت صحبت میکنه در اون چگونه نقره به وجود میاد، یه بار آخوندی بود آقا آب میگه که جیوش اگه اینگونه باشه یا فلان چرت و پرت از امام به امام صادق نسبت میدادن که امام اینو گفته، امام معصوم، بله. خب خیلی از این متاسفانه خلاف چیزهایی که خلاف عقل هست، جهل هست، نادانی هست، اون چیزی که در جامعه اون زمان رایج بوده، یک، بله، چیزهایی قصه هایی گفته شده و این احناق همچنان این فکر میکنه، بله، اونا ساختن به اهل بیت نسبت دادن به امام معصوم، هنوز همین آخونده این روایت ها رو گرفتن دو دستی محکم چسبیدن و اونو صحیح میدونن، بله. خیلی متشکرم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. امام رضا کرام دادی تو حرمه، علی 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 مردم چه کارن اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت. صیغه یا متعه یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی. تا خونسی به ندی معلوم نیست تو دین داری، دین شما سر پول دادن معلوم نیست. یه جا که روزه هست بریم بشین گریه کن، اصلا خود این یه عبادت مهمیه روزه رفتن، کسی که گریه کنه بهش برای کارجه. شاید این جمعه بیاید، جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مرد. تا زندم میگم هر چی سنی هر روز دادن طبق فقه شیعه.